ما در دعای عهد که سرود صبحگاهی همه مسلمین هست این رو داریم که و انفز امره و اشتد از ره و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. انشاءالله آقامون حضرت حجت که تشریف بیارن بعد از تثبیت حکومت اولین کاری که میکنن این هستش که عمران و آبادانی در بلاد مسلمین میکنن و از این عمران و آبادانی میگه وحی بهی عبادک، مردم زنده میشن از عمران و آبادانی. خب این یک امر مقدسی است، ریشه در اعتقادات ما داره و به همین خاطر کلمه مقدسی است. باید تلاش بشه که در این چارچوب برای مردم رفاه اجتماعی ایجاد بشه. خب یک نگاهی اگر بکنیم، شاید تصویر ذهنی همه مردم، همه عزیزانی که اینجا تشریف دارن، نسبت به کلمه سازندگی یک مفهوم واحدی نباشه. علتش هم برخورد ما هست طی این سالیان گذشته، برخورد حکمرانی هست با کلمه سازندگی. ما میبینیم که سازندگی بعضن دچار یه سری مشکلاتی هم حتی شده، یعنی نه تنها شاید مسئله حل نکرده باشه، مشکلاتی هم ایجاد کرده باشه. لذا اون چیزی که رفاه عمومی درش نباشه سازندگی نیست، اون چیزی که فاصله طبقاتی ایجاد بکنه اون سازندگی نیست، اون چیزی که مسائل فرهنگی جامعه رو لحاظ نکنه سازندگی نیست، مسائل زیست محیطی جامعه رو لحاظ نکنه این نمیشه بهش گفت سازندگی، اون چیزی که تقلید کورکورانه از غرب باشه و رضایت مردم درش نباشه و در یک اتاق تاریک منافعش بخواد تقسیم بشه و خیرش به مردم نرسه او سازندگی نیست. لذا سازندگی باید در یک فضای شفاف، در یک فضای اخلاق محور، عدالت محور، چیزی باشه که خیر عموم و منفعت عموم درش باشه و منافعش به همه برسه، این میشه سازندگی. انشاءالله آقامون حضرت حجت که تشریف بیارن بعد از تثبیت حکومت اولین کاری که میکنن این هستش که عمران و آبادانی در بلاد مسلمین میکنن و از این عمران و آبادانی میگه وحی بهی عبادک، مردم زنده میشن از عمران و آبادانی.